با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم. در این روز جمعه، جمعه خوب و جمعه‌ای که برای ماها همیشه پر از خاطرات شیرین بوده است، جمعه 29 سپتامبر 2017 برابر با 7 مهر، امروز 7 بله 7 مهر 1396. میدونی که در روزهای جمعه در این ساعت میریم گفتگو میکنیم با دوست بسیار خوب و نازنینمون آقای دکتر آلبرت و از تجربیات و دانش این نازنین بهره میبریم. اجازه بدید که در همین مقدمه یک سلام بلند بالا داشته باشیم با آقای آلبرت، عرض ادب و احترام کنیم به این بزرگوار و خوش آمد بهش بگوییم. آقای آلبرت، من به شما درود میفرستم. بسیار خرسندم از حضورت در برنامه. منم به شما صبح بخیر میگم، درود میفرستم به شما و تمام بینندگان و شنوندگانتون در سراسر دنیا. بفرمید. عرضم به حضور شما آقای آلبرت، موضوعی که فهم میکنم که بسیار مهم است و باید راجع به شرف بزنی، همین اتفاقی است که افتاده و ماجرای رفراندوم در کردستان است و به حال از ابتدا معلوم بودش که اسرائیل بسیار اینها رو تشویق میکنه به این کار. مهمترین پرسش هم اینه که اسرائیل چه منفعتی در این داستان داره؟ اسرائیل دنبال چه میگرده در کردستان؟ چرا؟ میشنم این فرمایش شما رو. بفرمایید. حتی قبل از شروع باید بگیم که فردا هم آقای بهبهانی سال روز جنگ 1973 عرب و اسرائیل، اون جنگ مشهور یوم کیپور که در واقع فردا هم همون روز یوم کیپور هست. من فکر میکنم که طرفداری حداقل اسرائیل و طرفداری نتانیاهو یه مقداری یک شکافی درش هست. من فکر میکنم صحبت های نتانیاهو یه مقدار، یعنی نمیخوام بگم ناگاهانه، ولی خیلی زود گذر بود، برای اینکه حداقل میدونیم که هر کس که بخواد با این مسئله استقلال کردستان مخالفت بکنه در هر شکلی باید یه قلب سنگی داشته باشه که ببینه یک ملتی، یک نژادی در طول حداقل 100 سال گذشته که ما اطلاعات دقیق ازش داریم مورد آزار و اذیت نسل کشی و رهبران استبدادی که تو اون منطقه بودن، از عراق، ایران، سوریه، ترکیه، در واقع دو تا قدرت فرانسه و انگلستان بعد از شکست امپراتوری عثمانی فقط فکر نفت عرب و انرژی بودن. اهمیتی، یعنی کردها اهمیتی براشون نداشت، به خاطر اینکه حداقل در منطقه بودن که در اون زمان اهمیت نداشت، ولی امروز اون منطقه یک اهمیت پیدا کرده و دلیل حداقل مداخله آشکار اسرائیل و مداخله آشکار آقای نتانیاهو صرف نظر از دوستی تاریخی کردها و اسرائیل که در واقع بعد از فروپاشی اون عراق اولیه و پادشاهی عراق، کردهای عراق بودن که یهودی‌هایی که در عراق بودن، که می‌دونید یهودی‌هایی که از عراق اومدن به اسرائیل مهاجرت کردن جزء شاید تحصیل کردگان سطح بالا از یهودیان دنیا بودن، یعنی اکثر کسانی که در یهودی که در عراق بودن صاحب تحصیلات عالیه بودن و تونستن در حال وقتی که وارد اسرائیل شدن کمکی هم به این کشور نوپا بکنن. بنابراین دوستی اسرائیل و کردستان در واقع از اون زمان شروع میشه. البته بعد اشاره بکنیم که اگر همکاری های دولت شاهنشاهی ایران نبود در پناه دادن اون یهودی های در اون موقع، شاید اونها به کشور اسرائیل نمیرسیدن. ولی پشتیبانی اسرائیل از کردها به خاطر منطقه‌ای که کردها امروز درش هستن، یعنی همونطوری که اشاره کردم در زمان شکست امپراتوری منطقه اهمیت نداشت، امروز اهمیت داره. کردستان عراق امروز در منطقه مهم استراتژیک بین سه کشور ایران و سوریه و عراق قرار داره. در واقع اگر این کشور کردستان عراق یا کشور مستقل کردستان تشکیل بشه، مسائل رو برای ایران مشکل خواهد کرد. یعنی ایران
امید با اون تشکیل هلال شیعه و اون کریدوری که راجعش خیلی صحبت شده هست و در واقع میخواد از این کریدور اسلحه و نفرات برای حزب الله و عامل‌های خودش در تمام کشورهای عربی بفرسته و کردستان آزاد و کردستان طرفدار اسرائیل و دوست اسرائیل در مرزهای ایران جلوی این طرح‌ها رو در برای ایران در این منطقه میگیره. کردستان یک دارایی مهم استراتژیک برای اسرائیل هست. یعنی همونطوری که امروز نیروهای طرفدار نیروهای شیعه طرفدار ایران در سوریه هستند و در واقع دولت اسرائیل از این مسئله نگرانه، اسرائیل هم سعی داره میکنه که برای خودش جای پای در کردستان ایجاد بکنه. بنابراین پشتیبانی های آشکار آقای نتانیاهو و دولت اسرائیل به این دلیله که کردستان امروز اهمیت خاصی پیدا کرده. ولی زمانی که شما میبینید که آقای نوری الملکی استقلال کردستان رو تشکیل اسرائیل دوم نام میبره، زمانی که آقای رجب طیب اردوان مجددن کردستان رو اسرائیل دوم صدا میزنه، بعد هم میبینیم که بالا مردان دولت مستقل کردستان یا همون اقلیم کردستان هم این کلمه رو تایید میکنن و میگن بله ما اسرائیل دوم هستیم. ولی من فکر میکنم که برخلاف اسرائیل، ایران مرز مشترک با کردستان داره، بنابراین ایران قادر خواهد بود که عکس العمل سریعتری انجام بده. و در واقع من فکر میکنم که اگر ایران و ترکیه بخوان، شاید جلوی تولد این کشور مستقل کردستان هم اگر بخوان میتونن بگیرن. ولی من فکر میکنم که این کشور حداقل به اون آرمانی که داره، منظورم کردستان، میرسه. و دلیلش اینه که آقای بهبهانی، من فکر میکنم مسائل اقتصادی دنیا و مسائل مادی دنیا برای کشورها از مرزها فراتر رفته. منظورم در اینجا اینه که کشور سوریه که امروز از هم پاچیده شده، کشور ترکیه میبینیم که خودش گرفتاری داشت با مسائل کردهایی که میخوان در اونجا مستقل بشن. و اگر در واقع فقط به یک نگاه بکنیم، از 80 میلیون جمعیت ایران نزدیک به 8 میلیون کرد داریم، یعنی 10%. در عراق در 32 میلیون جمعیتشون 5 تا 6 میلیون کرد هستن. در سوریه از 18 میلیون یا 18 میلیونی که بودن، 1.8 یا 9 میلیون کرد هستن، یعنی باز هم تقریبا 10%. و در ترکیه از 80 میلیون نزدیک به 15 میلیون، یعنی بزرگترین شماره کردها در ترکیه وجود داره. بنابراین من فکر میکنم که برای حداقل کشور ایالات متحده زمان این همه پرسی درست نبود و اون هم عاملی داره به عنوان داعش، برای اینکه داعش در اونجا کاملا شکست نخورده و امروز اینها در کنار نشستن که حرکت سیاسی کردستان رو ببینن. اهمیت نداره که در شهرهای مثل اربیل و سلیمانیه و کرکوک میان پرچم اسرائیل رو در تظاهرات که از پشت از این همه پرسی کرده بودن نشون میدن. آقای اردوان هم بهش اشاره کردن، گفتن که نشون دادن پرچم اسرائیل به شما کمک نخواهد کرد. البته من فکر میکنم اینها همه ضربه زدن به دیدهای سیاسی ایران و دید سیاسی ترکیه است. ولی من فکر میکنم که دیپلماسی دراز مدت و موافقت عراق احتیاج هست که حداقل بدون جنگ و جدل کردها به استقلال خودشون برسن. دلیلش هم واضحه و اون هم اینه که در واقع قسمت هایی که ما در این نقطه نظر حداقل منطقه‌ای بخوایم صحبت بکنیم یا سرزمینی بخوایم صحبت بکنیم، خب میدونیم که شهر اربیل پایتخت کردستان، سلیمانیه شهر بعدیه و در واقع شهرهای داکوک هم میتونه بهش اضافه بکنیم، ولی دیاله و بقیه شهرهای کوچکتر رو اگر نگاه بکنیم و قسمتی از نینوا رو، اون هم به عنوان مناطق کرد همیشه شناسایی شده و یک اشکال بزرگ اینجا وجود داره، اونم کرکوکه. کرکوک در واقع تا سال 2014 قبل از اینکه داعش اونجا در مصر قدرت پیدا بکنه، نفتی که از اونجا خارج میشد در واقع زیر نظر کردها از طریق جنوب، منظور از بغداد و بصره، به خارج صادر میشد. امروز این نفت از طریق ترکیه داره وارد میشه. بنابراین اینجاست که اون مسائل اقتصادی که میگم دیگه از مرزها فرق، منظورم اینه که ترکیه احتیاج داره به مسائل اقتصادی و احتیاج داره به صادرات
گاز و وارد کردن گاز و انرژی از کشور کردستان یا از اقلیم کردستان. و در واقع اگر این مسئله رو ما جدا بکنیم و کشور کردستان رو به عنوان یک کشور مستقل امروز حساب بکنیم، اتفاقی که میفته در اون وسط مسئله عرب‌های سنی میمونه و این عرب‌های سنی احتیاج به یک همپیمان دارن. همپیمان اینها کسی جز داعش نخواهد بود. برای همینه که من فکر میکنم در یک مقطع زمانی اگر این مسئله استقلال کردستان با موافقت دولت عراق و موافقت عرب‌های سنی انجام نشه، در اونجا من فکر میکنم که خونریزی راه خواهد افتاد و اون خونریزی های بهبانی از اینجا شروع میشه که منطقه، یعنی اون شهر کرکوک تماما کرد نیستن و اکثریت کرد نیستن. در اون شهرهای دیگه که من نام بردم کرد هستن، ولی در کرکوک ترکمن داریم، عرب های سنی داریم و اقلیت های دیگه که حالا یزیدی ها و و و و بقیه هستن. بنابراین اشکالاتی پیش خواهد اومد و آقای بارزانی مسئله رو جلو جلو گفتن که ما با موافقت عراق، حالا بستن این فرودگاه ها امروز که فرودگاه های اربیل و سلیمانیه رو از نقطه نظر پروازهای هوایی جلوگیری داره میشه، اون نشون دهنده اینه که حداقل دولت عراق میخواد عکس العمل رو نشون بده. و در واقع من فکر میکنم که در اینجا تنها کشوری که میتونه بعد از اسرائیل به کردستان کمک بکنه کشور ترکیه است. برای اسرائیل پشتیبانی از کردستان، پشتیبانی از حداقل به استقلال رسیدن کردها، ضربه شستیه که در واقع به ایران میخواد نشون بده و ضربه شستیه که در واقع به دولت ترکیه میخواد نشون بده. فراموش نشه که در چند هفته اخیر و در چند ماه اخیر سفرهای زیادی از آنکارا به تهران و از تهران به آنکارا بوده. رئیس ستاد ارتش ایران، خود آقای اردوان به تهران سفر کردن، نخست وزیر ایشون. بنابراین اختلاف بین ایران و ترکیه وجود داره. در واقع قصد ترکیه از این مسئله و از حداقل نفاق بین نیروهای کرد، این مسئله نفاقی که بین نیروهای کرد وجود داره، منظورم PKK در ترکیه، منظورم KDP به رهبری آقای بارزانی در کردستان عراق و در واقع اون گروه YPG که در کردهای سوریه هستند، اینها با هم دیگه متحد نیستن. البته من نمیخوام راجع به پژاک در ایران صحبت بکنم، چون من فکر میکنم کمترین قدرت رو در واقع کردهای ایران دارن، اونم به این دلیل که من فکر میکنم کردهای ایران اول خودشون رو ایرانی حساب میکنن، ولی این مسئله بین در کردهای عراق وجود نداره. و شاید هم کردهای ترکیه، حداقل تا اونجا که من برخورد کردم با تعدادی از اینها، اونها هم خودشون رو اول ترک حساب میکنن، یعنی متعلق به کشور ترکیه حساب میکنن. و در واقع اختلافی هست بین گروه های KDP، یعنی گروهی که آقای بارزانی رهبریشو دارن، و اینها با حداقل این اطلاعاتی که از دستگاه اطلاعاتی اسرائیل بیرون میاد که در واقع آقای بارزانی یا گروه های طرفدار بارزانی اطلاعاتی رو بر علیه اون گروه PKK در اختیار ترک ها میذاشتن و به این نفع ترک ها تونستن حتی اون، اگه خاطرتون باشه، رهبر این PKK که در واقع آقای عبدالله اوچلان بود رو در چندین سال پیش بگیرن و زندانی بکنن و خیلی از رهبران بزرگ PKK دولت ترکیه زندانی کرد. بنابراین متحد شدن کردهای عراق با این سه گروه دیگه خیلی کم به نظر میرسه، ولی متحد شدن کردهای ترکیه با کردهای سوریه بسیار بسیار عملی خواهد بود. من بر این یقین هستم و فکر میکنم که در حداقل در 12 تا 24 ماه آینده این مسئله به حقیقت پیونده و اون قسمتهایی رو که در واقع از وردن در شرق سوریه در واقع در اختیار کردها بذارن و این جایزه ای بوده که دولت آمریکا قول داده بوده به کردهایی که همکاری کردن. و تعجب در اینجا آقای بهبهانی که دولت روسیه به رهبری آقای پوتین با هر دو این مسئله موافقه. آقای پوتین هم با استقلال عراق موافق هستن، یعنی استقلال کردستان عراق موافق هستن، همین که در اون قسمت شرق رو در اختیار کردها بذارن. و در واقع ترس آقای پوتین و دستگاه دولت روسیه از اینه که اگر این مناطق رو مجددا دولت حالا
اسد به هر نحو و شکلی که در این کشور باقی خواهد موند نتونه کنترل بکنه، مجددا گروه های داعش و گروه های سنی های افراطی در اونجاها جا خواهند گرفت و در واقع اون چیزی که حتی آقای پوتین و دولت آمریکا هم نمیخوان این مسئله رو ببینن. بنابراین من فکر میکنم در خاتمه ضعیفترین موقعیت رو کردهای ترکیه دارن و در واقع پشتیبانی حالا خیلی زود رس اسرائیل از گروه بارزانی، از گروه KDP که در واقع رهبری کردستان آزاد رو در دست دارن، به نظر میاد که برنامه ها رو حداقل راجبش فکر کرده بودن. هم دولت اسرائیل هم اقلیم کردستان از این مسئله آگاه هستند که مشکلاتی براشون پیش خواهد اومد. امروز ایران و ترکیه در واقع این دو تا قدرتی هستن که در اونجا هم مرز هستن و میتونن مداخله نظامی، غیر نظامی و اقتصادی بکنن. البته من فکر نمی کنم ایران قدرت در واقع اقتصادی داشته باشه، ولی ترکیه به خاطر اینکه شرکت های ترکی در داخل کردستان عراق سرمایه گذاری های سنگین کردن و از اونجا نفت داره براشون، از اونجا در واقع نه تنها کالاهای ترکیه، ساخت ترکیه در تمام کردستان به صورت خیلی راحت و ارزان ارائه میشه، من فکر میکنم که حداقل آقای اردوان با همه مسائلی که فکر داره میکنه و با همه ایدئولوژی مذهبی سیاسی که داره، فکر میکنم که مسئله اقتصادی رو فهمیده و متوجه شده که امروز چیزی که کشورها رو حداقل ثابت نگه میداره مسئله اقتصادی کشورهاست و این مسئله اقتصادی اون بندر سیحانه که تمام نفت ها و تمام انرژی کردستان از اونجا وارد میشه به این بندر و از اینجا به اروپا و بقیه کشورها صادر میشه. بنابراین من فکر نمی کنم که آقای اردوان بخواد این مسئله رو به هم بریزه و من این نتیجه گیری رو می کنم که بعد از اسرائیل کشوری که میتونه به کردستان کمک بکنه ترکیه است و در واقع من فکر می کنم در اینجاست که حداقل ترکیه بتونه از نفوذ خودش استفاده بکنه و حداقل دولت بغداد رو به نحوی متقاعد بکنه که اون کشور کردستان تشکیل بشه. و من فکر میکنم اگر این مسئله انجام بشه، آقای بهبهانی، حالا میدونیم که خب دولت عراق با دولت ایران هم پیمان هستن، نظرهای نزدیکی دارن، ولی من فکر میکنم که در اونجاست که در واقع بغداد و بصره علناً به ایران ملحق خواهند شد. حالا کلمه علناً رو منظورم نه از نقطه نظر اینکه نقشه جغرافیایی رو عوض بکنیم، ولی مسائل مشترکی که امروز میبینید بیشتر خواهد شد و در واقع تنها کسی که اونجا مورد در واقع ناراحتی زیادی قرار خواهد گرفت تنها گروه عرب‌های سنی هستند که در واقع امروز فکر میکنم برای اونها نقشی در داخل این طرح ریخته نشده، چون اون در واقع عرب های سنی جز ملحق شدن با گروه های افراطی مثل داعش یا همپیمانان داعش، چون امروز گروه هایی که در واقع داعشی بودن خیلی سریع اسمشون رو عوض میکنن، بنابراین ما نمیتونیم تشخیص بدیم که گروهی هستن، حالا یک زمانی القاعده بوده، داعش میشه، بنابراین یک گروه جدیدی با همون ایدئولوژی پیش خواهد اومد و من فکر میکنم زمان این رسیده که دیگه دنیا حداقل نگاه بکنه به کردستان آزاد، ولی کردستان آزادی که مرز مشخصی داشته باشه و تن بزرگترین عامل آقای بیبانی کوچ خواهد بود و اون جایی بود که شاید بشه حداقل بگیم اوکراین بعدی خواهد شد که در واقع برای تصرف کردن این منطقه نفتخیز، برای اینکه هر دو کشور، یعنی منظورم حالا اگر عراق و کشور کردستان به این منطقه احتیاج دارن، متاسفانه برای دولت شیعه عراق این رو باید گفت که این شهر در نزدیکی و تقریبا هم مرزی شهرهای اربیل و سلیمانیه و مناطق کوهستانی کردستان قرار داره و اگر جنگ در بر بگیره من فکر میکنم پیشمرگهای کرد بتونن به راحتی با نیروهای نظامی عراق و در واقع گروه های شیعه هایی که در عراق توسط ایران دارن پشت نوشن مبارزه بکنه. ولی امروز دولت ایالات متحده دنبال جنگ دیگری در عراق نیست و امروز حتی
من فکر میکنم که ترکیه هم به این مسئله پی برده که اگر در مرزهای جنوبی خودش با سوریه یک مقدار کشمکش با اون کردها و نیروهای مختلف هست، احتیاج به باز کردن یک جبهه دیگه در کردستان عراق، منظورم جنگ بین کردها و شیعیان هست، احتیاجی به اون مسئله نیست. بفرمایید. بله ممنونم. ولی جالب این داستان کردستان، وقتی نگاه میکنیم به تاریخش، وقتی به گذشته دور نگاه میکنیم، وقتی به اون دوران ساسپیکو و این نقشه‌هایی که کشیدن، این ممالکی که همه زیر سلطه در حقیقت حکومت عثمانی بودن و ازش به عنوان عربستان ترک استفاده میکردن، بعد اومدن اینا رو تقسیم کردن دیگه، ماجرای لورنس و دو طایفه همین هاشمی و خانواده آل سعود. به حال اینا به وسیله انگلیسا تقویت شدن، یه جبهه باز کردن علیه ترکیه یا عثمانی و بالاخره اتفاقات افتاد و بعد یکی یکی کشورها شکل گرفتن، شدن نمیدونم کشور سوریه هاشمی، عراق هاشمی، نمیدونم اردن هاشمی، همشون به شکل هاشمی بودن و بعد تحولات در یکی یکی اتفاق افتاد، تحقیق کردن، به غیر از اردن که همچنان فرزندان همون هاشم اونجا حکومت رو اداره میکنن. اما مسئله مهم، شما اشاره کردی، اختلافی است که در حقیقت بین خود همین کردها وجود داره، یعنی بین کردهای پکاکا، بین کردهای بارزانی و بین کردهای کوبانه، اون قسمت سوریه و اینها، که در همون جنگ هم نشون داد که اینا زیاد اون گروه رو حمایت نکردن. آیا فکر نمی‌کنی این اختلافات همین سه تا گروه کرد خودش یک محملی است برای آتشبازی و آتش زدن اونجا و در یه چنین شرایطیه که در حقیقت می شود اموال مردم رو به یغما برد؟ و این موضوع الان خود آقای منیم که مثلا نقش یک شخصیتی مثل آقای سیستانی در عراق که وقتی گفتش که مالکی باید، تا اون موقع مالکی حضور داشت، زورش بهش نمیرسید، به محض اینکه آقای سیستانی گفت مالکی باید برود، مالکی تغییر کرد، گرچه که حیدر عبادی و گروه های دیگه وابسته به ایران به سر کار اومدن، ولی بالاخره مالکی و همه این آتیشا از همونجا شروع میشه، از دوره مالکی و اینها این آتیش شروع میشه، وگرنه طبق قرار و مداری که اینا با هم دیگه گذاشته بودن از سال 1990، یعنی جنگ اول عراق و آمریکا، و بعد فشارهایی که همه آمریکایی‌ها پشت اینا رو بیچاره‌ها رو خالی کردن و صدام در اونجا خیلی جنایت کرد و اینا رو دوباره بمباران شیمیایی کرد چندین مرحله، و بعد هم وقتی که دوباره در سال 2003 آمریکا به عراق حمله کرد، یه قرار مداری گذاشتن که آقا اینا در سال 2007 مثلا 4 سال بعد دوباره یه فکری بکنن، ولی این داستان تا 2011 همچنان ادامه داشت تا این نوری مالکی در حقیقت با تجهیز شیعیان همه نقشه ها و قراردادها و توافق ها رو به هم زد. ولی من همچنان متعجبم و اینکه آیا این فتوایی که آقای سیستانی داده است چه تأثیری خواهد گذاشت؟ آیا فکر میکنی که اینها فقط این داستان رو برای به دست آوردن یه قدرت برای چانه زنی میخوان، یا واقعا تصمیم برای این هستش یه کشوری به نام کردستان ایجاد بشه؟ صحنه رو چجوری میبینی با توجه به همه اختلافاتی که وجود داره؟ شما یه اشاره تاریخی کردین آقای بهبهانی به این مسئله تقسیم شکست امپراتوری عثمانی. در واقع زمانی که امپراتوری عثمانی شکست خورد و این کشورهای عربی پیدا شدن، در اون زمان کمال آتاتورک طرحی رو که داده بود برای مرزهای آینده ترکیه، این مرزها شامل کرکوک و حلب هم بود، منظورم کرکوک در عراق و حلب در سوریه،
و در واقع در اون زمان بود که قدرت های امپریالیستی فرانسه و انگلستان به اهمیت مسئله انرژی پی برده بودند و فکر میکردن که اگر زمانی ترکیه صاحب این منابع، منظورم منابع نفتی کرکوک و بقیه‌ای که در عراق بود باشه، ممکنه مجدداً در سر بپرورنن که دوباره اون امپراتوری خودشون راه بندازن. این یک نقطه حساس تاریخیه که حداقل حتی در اون زمان هم جلوی اینها رو، جلوی مسئله ترکیه رو و اشتهای سیاسی ترکیه برای تشکیل ترکیه بزرگتر گرفته بشه. به همین دلیل هم هست که امروز اگر نگاه میکنیم میبینیم که خود ترکیه با مسئله تفرقه در بین کردها، توجه بکنید آقای بهبهانی، دولت و ارتش ترکیه داره با PKK می جنگه. رئیس اینها آقای عبدالله اوچلان رو چندین ساله که رئیس در واقع کردستان ورکرز پارتی در زندان ترک، در زندان ترکیه است. در این حال دولت ترکیه با گروه KDP که به رهبری آقای مسعود بارزانیه رابطه بسیار خوبی داره، رابطه اقتصادی داره، ایشون به ترکیه مسافرت میکنه، مقامات بلندپایه ترکیه میان به اربیل، و در این حال اگر مسئله رو در سوریه بخوایم نگاه بکنیم با گروه PYD میبینیم که در واقع نیروهای ارتش ترکیه که در واقع در اون قسمت مستقر هستن فقط میخوان مطمئن باشن که همکاری زیاد یا همکاری حداقل علنی بین گروه تو کردهای سوریه و کردهای PKK نباشه. نقشه جغرافیایی در واقع این کردها، این من خودم نمیتونم تصور بکنم یک روزی اون چیزی که کردها دنبالش هستن، 38 میلیون کرد در این 3-4 کشور زندگی میکنن آقای بهبهانی، من نمیتونم ببینم که روزی کشور مستقل و بزرگ کردستان درست بشه. اولش ترکیه هست که حداقل جلوی مسئله رو خواهد گرفت، دومیش هم من فکر میکنم ایران هست، برای اینکه خب کردهای ایران در واقع از کردستان تا کرمانشاه محل زیست دارن، پس بنابراین اون اتفاق نخواهد افتاد. و شاید آقای بارزانی به این مسئله پی برده که میدونه که حداقل این تشکیل در اینجا بهترین موقعیت. من فکر میکنم اختلافاتی که حداقل آقای نوری الملکی درست کرد، یعنی اجازه نداد، یعنی حق و حقوق عربهای سنی رو نسبت به اون درآمد نفتی پایمال کرد و کردها هم دیدن که اون مسئله رو آقای الملکی داره در واقع این کار رو داره میکنه که حق کردها رو از اون مسئله درآمد نفتی نده. صحبت های آیت الله سیستانی به این دلیل بود که حداقل خواست از تجزیه بیشتر عراق جلوگیری بکنه، خواست از اون، چون این دفعه اول نبوده که در داخل کردستان رفراندوم بدن برای استقلال، دفعات قبل هم این مسئله انجام شده بوده، بنابراین خب این مرد با حداقل تجربه سیاسی و دیدی که داشت نگاه کرد که بهتر جلوگیری بیشتر تجزیه عراق رو ما بگیریم. و در واقع در اونجا وقتی نخست وزیرها تغییر پیدا کردن دیدیم که برای چند سالی آقای حیدر آبادی کاری رو نکردن که جلوی صادرات نفت رو از طریق کرکوک که در واقع قسمتی از کشور عراق از طریق ترکیه انجام میشد جلوی مسئله رو نگرفتن. البته من میگم دولت عراق چندین تا از کشتی های نفتی نفت صادر شده از کردستان عراق رو در بنادر تکساس آمریکا ضبط کردن و اینها رو به دادگاه کشیدن. بعد از اونجا به بعد بود که در واقع کردها تصمیم گرفتن که نفت خودشون رو به شرکت های ترکیه پیش فروش بکنن و در واقع وقتی که نفت صادر می شد با وجود اینکه می دونستن اوریجین نفت از کجاست ولی خب کسی نمیتونست جلوی این مسئله رو بگیره. بنابراین من فکر می کنم که این مسئله اختلافی که بین این چند گروه کرد، حالا از پژاک ایران صحبت بکنیم، از اقلیم کردستان صحبت بکنیم، از PKK صحبت بکنیم، از PYD صحبت بکنیم، من فکر میکنم که دید سیاسی این گروه های مقداری با هم فرق میکنه به خاطر مسئله فرهنگی که در اون کشورها بودن. من فکر میکنم کم خطرترین گروه، گروه کردها در ایران باشن، ولی زمانی که احتیاج بود برای شکست داعش، زمانی که احتیاج بود برای
حداقل بیرون راندن اینها از مناطق سوریه اتفاقی که افتاد، در واقع کردها اومدن. البته شما اشاره کردین که اینها با هم دیگه همکاری نکردن، اونو دولت ترکیه جلوگیری کرده بود. اگه خاطرتون باشه دولت ترکیه اجازه نداد که کردها از خاکشون رد بشن که بتونن بیان به اون شهر کوبانی و کمک بکنن. و البته ترس دولت ترکیه، ترس ارتش ترکیه در واقع بگیم، در اینجا بود که امکان اینکه گروه های PKK با PYD بتونن اونجا ملحق بشن و در واقع یک جپی رو بالا یک نیروهای ارتش ترکیه درست بکنن زیاد بود. از این نظر جلوش رو گرفتن. ولی اتحاد و حداقل این چهار گروه کرد که نمیتونن با هم دیگه متحد بشن، من فکر میکنم مقدار زیادی از این مسئله به خاطر مسائلی که در منطقه داره انجام میشه و متاسفانه همون کلمه تفرقه بیانداز و حکومت بکن هنوز هم که هنوزه بعد از 100 چند سال یا چند صد سال در خاورمیانه هنوز جاپا داره. و برای اول از همه دولت ترکیه این بسیار مهمه که بین این کردها اختلاف بندازه و کردهای داخل رو در داخل خودش نگه داره، ولی با رابطه خوبی با بارزانی داشته باشه. ولی دستشون در سوریه کوتاست. در اونجا ایالات متحده آمریکا من فکر میکنم که بالاترین دست رو داره و به خاطر همین مسئله هم هست که شرکت های نفتی روسی وام های سنگینی رو به آقای بارزانی و دولت اقلیم کردستان دادن که در واقع کردستان آینده کاملا در دامان آمریکا قرار نگیره. ولی کسی که استقلال اقلیم کردستان و خودمختاری اقلیم کردستان رو تضمین کرده دولت آمریکاست. و در واقع در اینجاست که من دوباره مجبورم اشاره بکنم به مسئله اسرائیل و اونم اینه که اقلیم کردستان از اطلاعاتی که دولت اسرائیل و حداقل دستگاه های اطلاعاتی و نظامی اسرائیل در اختیار اینها میذارن بسیار بهره برداری میکنه، نه تنها از نقطه نظر عکس های ماهواره ای که داده میشه. حداقل وجه مشترکی، حالا چطور این وجه مشترک بین دو تا کشوری که هم مرز نیستن پیش اومده، وجه مشترک عجیبی بین کردستان عراق و مسئله اسرائیل هست. ولی مسئله کردهای سوریه فقط و فقط برای آمریکا اهمیت داره و من فکر میکنم که در واقع اون شهر راقا و بقیه رو به عنوان یعنی همون فرمولی که در عراق با اقلیم کردستان کردن، همین فرمول در شرق سوریه پیاده خواهد شد. یعنی که یک دولت خودمختار ولی تحت کنترل دمشق ایجاد خواهد شد و این حداقل من فکر میکنم که کم اهمیت بودن ترکیه رو داره برای ناتو نشون میده و برای آمریکا. آمریکایی‌ها دیگه از اون طرف جلوی روس‌ها رو در شرق اروپا بستن و خیالشون از اون جهت ناراحت تره. بنابراین بعد از این مسئله در حداقل 2 سال آینده منتظر پیدایش اقلیم کردستان مستقل سوریه هم باشیم. بفرمایید. یعنی با این تفاصیل شما فهم میکنی که مثلا چندین کشور کردستان خواهیم داشت، یعنی کردستان شرقی، غربی، شمالی، جنوبی. اصولا من نمیدونم ولی امیدوارم که این اتفاق یه طوری بشه که برای مردم کردستان به نفعشون بشه. اگه قرار باشه یه حکومت قومی سر کار بیاد، خب بعد برای بقیه‌ای که غیر از اون قوم هستن طبیعتا اسباب مسئله خواهد شد. یه خبری رو الان بی بی سی منتشر کرده از سرهنگ رایان دیلان، سخنگوی همین کولیشن ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا، گفته در حالی که تا پیش از این توجه همه به طور کامل بر جنگ علیه داعش متمرکز بود، در حال حاضر این هیپرسی افکار همه را 100% به خود جلب کرده. وقت تکلیف داعش این وسط چی میشه؟ دیروز زمین دوباره بغدادی پیام صوتی داده بود و گفته بود که برید بجنگید و ما شکست نخوردیم، ما پیروزیم. بنابراین این داستانی که اینا کشته شده و اینا دوباره نشون میده که این آدم زنده است و همچنان در تکاپوست که این جنگ رو ادامه میده. اون وقت فهم میکنیم با توجه به این حرفی که این سرهنگ زده، راستی تکلیف داعش رو چجوری میبینی؟ چه اتفاقی برای اون خواهد افتاد؟ قدر مسلم گروه داعش و اون گروه هایی که حداقل در زمان
جنگ 2003 و حمله آمریکا به عراق، زمانی که دیدیم در همون منطقه‌ای که در واقع عرب‌های سنی، یعنی در همون وسط عراق در شمال بغداد عرب‌های سنی قرار دارن، دیدیم که در اونجا اون گروهی که حداقل اون موقع شعبه القاعده در عراق بود با نیروهای آمریکایی شروع به جنگ کردن، و کاری که در واقع اتفاقی که افتاد این بود که نیروهای آمریکایی بعد از اینکه تونستند گروه ها و طوایف و قبیله های عرب رو با خودشون متحد بکنن، اونها رو از چنگ اون موقع القاعده در آوردن. امروز این گروه داعش، حالا اگر این مسئله رهبرشون باشه که زنده باشه، که به نظر میاد، من همین نوار رو گوش کردم و اشاره که ایشون کرده بود اشاره به اتفاقات اخیر بود، حالا ممکنه که یا حالش خوب نیست، ولی خب به نظر میاد که ایشون زنده است. ولی مسئله که تکلیف داعش، یعنی اتفاقی که برایشون خواهد افتاد، اینه که اینا در انتظار 6 ماه آینده هستن ببینن که حرکت سیاسی کردستان عراق به رهبری آقای بارزانی و جنگ لفظیش با بغداد چه خواهد شد. دلیل خیلی ساده است و اونم اینه که اون سنی ها در اون وسط، عرب های سنی، احتیاج به یک همپیمان دارن و تنها همپیمانی که اونها دارن همین گروه داعشه. قبلا هم با هم دیگه همکاری کردن. بنابراین گروه داعش فقط و فقط منتظر ببینه آیا اختلافی بین از اختلاف نظامی، آیا جنگ قبیله‌ای، آیا یک جنگ قبیله‌ای بین کردها و ترکمنها و عربهای سنی شروع خواهد شد یا نه، و شیعیان، و اگر اونجا جنگ یا اختلاف های زده خوردهای نظامی یا زده خوردهای حداقل پراکنده ای بشه، اونجاست که داعش بلافاصله مجددا وارد اون مناطق میشه. منتها امروز در این دفعه من فکر میکنم دیگه داعش شهر بزرگی رو تصرف نخواهد کرد، برای اینکه اینها کاملا آگاه هستن که تصرف شهرهای بزرگ در داخل هر کشوری حداقل براشون مشکل سازی خواهد کرد. ولی زمانی که ما دیدیم سوریه رو که بعد از 7 سال تک تک شدن امروز میخوان به همدیگه بچسبونن دوباره، یعنی یک منطقه رو تحت نفوذ ایران، یک منطقه رو تحت نفوذ ترکیه، یک منطقه تحت نفوذ روسیه، یک منطقه تحت نفوذ خود دولت دمشق باید باشه، این نشون دهنده اینه که حداقل نمیخوان دیگه داعش برگشت پیدا بکنه. اگر به کشور سوریه رو بتونن به هم بدوزن و قسمتی رو در اختیار کردها قرار بدن، نقش داعش تمام شده است. برای اینکه اون وقت داعش بین گروه کردهای، حالا شما گفتین کردستان شرقی و غربی، من نمیتونم تصور بکنم که چطور سازمان ملل نقشه برای اینا خواهد کشید که مرز به این کشور رو بده. ولی میگم همونطوری که اقلیم مستقل کردستان، اقلیم کردستان عراق داشتیم، اقلیم کردستان سوریه هم خواهیم داشت. بنابراین جایی که داعشی ها بودن به نظر من داده میشه به دست گروه های کرد، و در اونجاست که جای پای دیگه برای داعش نخواهد بود. ولی هر دولتی که در عراق در هر شکل و فرمی که پیش بیاد، تکلیف عرب های سنی اونجا رو باید روشن بکنه، یعنی اونها هم در مسائل این کشور سهیم و شریک هستن. البته من فکر میکنم که آقای حیدرآبادی خیلی بهتر از آقای نورملکی عمل کرده، حداقل ساکت‌تر، ولی فرقی نمی کنه. هر کدوم از اینها مسائل قومی و حداقل دینیشون رفع نخواهد شد. عرب های سنی حداقل می دونن که با شیعیان نمی تونن کنار بیان، و شاید هم شیعیان همین فکر رو در رابطه با اونا داشته باشن. ولی امروز داعش در حداقل داخل همون مناطق سنی نشسته، فرقی هم که داره آقای بهبهانی اینه که یه ریششون رو میزنن، بنابراین دیگه داعشی نیستن، و اینا نشستن منتظر این مسئله که ببینن که تکلیف این کردستان عراق چه خواهد شد، و زمانی که اونجا تشکیل بشه، عربهای سنی به خاطر اینکه با شیعیان نمیتونن کنار بیان، مجبور خواهند شد با داعش مجدداً همپیمان بشن. و دلیل اینکه آمریکا زیاد از این مسئله همه پرسی کردستان پشتیبانی نمیکرد به همین مسئله است، و اینکه شکست داعش امروز کامل نیست، و حداقل من همیشه به این مسئله ایمان داشتم که ایدئولوژی از بین، شکل و فرم و اسمش رو عوض میکنه، و امروز هم من فکر میکنم که حالا داعش اگر کنار بره، یک گروه دیگه‌ای با عرب‌های سنی در اونجا، یک گروه نظامی با عرب‌های سنی در اون منطقه تشکیل خواهد شد، و من فکر میکنم که شاید اونا هم عراق، در واقع بشیم عراق جنوبی،
عراق شمالی و کردستان عراق، و این سه کشور رو من نمیتونم ببینم که بتونن زیر یک پرچمی که حداقل ایده ایالات متحده آمریکا در اون زمان بود که این سه گروه رو زیر یک سیستم فدرال مثل سیستم فدرال آلمان و مثل سیستم فدرال آمریکا نگه داره، یعنی که مناطق داخل در دست خودشون استقلال داخلی داشته باشن مثل ایالات که در آمریکا هستن ولی تحت نفوذ در واقع دولت بغداد باشن. من این مثلا نمیبینم، ولی من فکر میکنم که برگشت داعش درصد بسیار بسیار بالایی داره، حالا اگر به اون اسم هم نباشه ولی زیر یک اسم متفاوتی، همونطوری که در 1920 و 30 اخوان المسلمین و تشکیل شدن این گروه هنوز از بین نرفته و از بین هم نخواهد رفت. بنابراین اینها فقط منتظر این مسئله هستند و امروز من فکر میکنم که این مسئله رفراندوم و مسئله کردستان عراق حداقل اخبار بین المللی رو غیر از داخل آمریکا تحت نفوذ قرار داد. حداقل من میتونم تشخیص بدم که در آمریکا فقط خبرهای آمریکا پخش میشه، یعنی شما نمیتونید ببینید که در دنیا چه اتفاقی داره میگذره، ولی رسانه های خبری دیگه از رسانه های بریتانیا، فرانسه و کشورهای دیگه، ایتالیا، به خصوص آلمان در اروپا، مسائل کردستان عراق رو بسیار بسیار جدی دارن میگیرن، برای اینکه تنش بعدی آقای بهوانی در اونجا خواهد بود، مسئله بعدی در اونجا خواهد بود، و در واقع در اینجاست که ایران و ترکیه اون ترس رو دارن، برای اینکه در مرزهای ایران و ترکیه امکان این که زد و خوردهای نظامی و تفرقه بیشتر از حدی که در عراق اتفاق افتاد بیفته. بفرمایید. بله، خب امروز باید منتظر باشیم، برای اینکه اینا گفتن که کنترل مرز و فرودگاه رو اینا رو بایستی که عراق به عهده بگیره، کردها میگن نه. اجازه بده که منتظر بشیم ببینیم که واقعا در چند روز آینده چه اتفاقی خواهد افتاد و هفته آینده بیشتر راجعش حرف بزنیم. اما موضوع بعدی که هست این مسئله ایست که دلم میخواد همیشه تو این برنامه ها یه سری هم به دولت آقای ترامپ بزنیم، و این مسئله پورتوریکوست که الان حدود 10 روزه از این ماجرا گذشته، یعنی طوفان دریایی اومده این جزیره رو نابود کرده. البته اون طوفان قبلی هم جزایر دیگر رو از بین برد و کنفیکون کرد، اما پورتوریکو که یه جمعیت زیادی رو در خودش جای داره، میبینیم که شهردارش مرتب میاد، شهردار سنخوان میاد و همینجور گریه میکنه بیچاره و میگه آقا نه آب داریم، نه نون داریم، هیچی نداریم، چرا آمریکا در این داستان دخالت نمیکنه؟ در حالی که در گذشته همیشه مثلا در هایتی وقتی زلزله اومد، ارتش آمریکا با سرعت رفت نیروهاشو برد اونجا، هلیکوپتر برد، هواپیما برد، تجهیزات بردن، کمک کردن، چرا این بار در پورتوریکو این اتفاق نمیفته؟ این آیا به همین بحثایی که آقای ترامپ بهش دامن میزنه که داستان برتری سفیدها و این هاست و این یه موضوع جدی شده تو این مسئله، نمیدونم جمعه گذشته هم راجع به مسئله همین ورزشکاران یه بی خودی اومد گفت آقا اینا رو بیرون کنید و اینا، خب اینا قهرمانان آمریکا هستن، نمیشه که با اینا اینجوری برخورد کرد. این ماجرا رو چجوری تعریف میکنی؟ چه اتفاقی داره میفته؟ چرا آمریکا، چرا دستگاه، در حالی که مردم آمریکا به عنوان مردم خیر در دنیا شناخته شدن و هر وقت که اتفاقی میفته اینا بیشترین کمک‌ها رو میکنن، چرا دولت دخالت نمیکنه؟ چرا اجازه نمیده که کشتی ها حرکت کنن برن و اونجا کمک کنن به این مردم؟ علتش رو در چی میبینی؟ البته دلایل مختلفی داره، ولی خب من سعی میکنم اول به مسائل تاریخی این پورتوریکو اشاره بکنم. البته خب میدونید که پورتوریکو جزو ایالت ها، یعنی 50 ایالت متحده آمریکا نیست. پورتوریکو یک جزیره ای که وابسته به آمریکاست و در واقع آمریکا در سراسر دنیا بیشتر از 10 جزیره داره که در واقع از جزایر گوام شروع میکنه، جزایر ویرجین آیلند و بقیه جزایر، و پورتوریکو هم یکی از اون جزایره. بله، گوانتانامو. حتی خب گوانتانامو بی آبیبانی قسمتی از کوباه، یعنی شمال کوبا
اون یک بندری به نام گوانتانامو بی که در اختیار نیروی دریایی آمریکا قرار داره و در واقع ماهیانه یا سالیانه یک پولی رو پرداخت میکنن به دولت کوبا، که در دولت کوبا بعد از وجود من فیدل کاسترو از دریافت این پول خودداری کرده، چون ریکگنایز نمیکنه که آمریکا اونجا وجود داشته باشه. ولی مسئله پورتوریکو یه مقداری حساس تره. شما مسئله هایتی رو آوردین که چطور اینها رفتن اونجا. دلیل این بود که در حالت هایتی آقای بهبهانی کمک های بین المللی اومد، یعنی فقط همه منتظر دولت آمریکا نشدن. ولی در حالت پورتوریکو یک مقدار مسائل متفاوت تره. اولا اینکه من فکر میکنم اون دوتا طوفان هایی هم که در آمریکا در واقع در فلوریدا و در تگزاس آمریکا در یوستون شد، نیروی فیما رو یک مقداری، فیما همون سازمان اضطراری آمریکاست، گروه فیما رو یک مقدار بسیار زیادی در خودش جذب کرده بود و به موقع نتونستن در حالت پورتوریکو عمل بکنن. ولی من فکر میکنم مهمترین مسئله براشون اون کمک های بین المللی بود و دلیلش هم اینه که در سال 1900 یک در سنای آمریکا یک طرحی رو ایجاد میکنن بهش میگن جونز اکت. این جونز اکت به این معنی بوده که تمام ارتباطات آمریکا و پورتوریکو باید توسط شرکت های آمریکایی و کشتی های ساخت آمریکا و اجناس آمریکایی باشه، که در واقع یعنی من فکر میکنم تمام بدبختی پورتوریکو از همینجا شروع میشه، برای اینکه زمانی که این اکت رو انجام میدن یک سال بعد مجبور میشن که 40-50% واحد پول پورتوریکو رو کم بکنن و در واقع این کشور، یعنی این جزیره، یک جزیره ورشکسته است و به بانک های وال استریت بدهی بسیار بسیار زیادی رو داره. و حتی اقل برداشت من اینه که دلیل اینکه دولت آمریکا هم حتی نتونست یا نخواست یا فیما نخواست کمک های سریع را انجام بدن به همین دلیل بود، بعد اینکه چند روز پیش مجبور شدن که این جونز اکس رو به حالت سسپنشن در بیارن که بتونن کمک های بین المللی و کشتی های غیر آمریکایی هم وارد اون جزیره بشه. ولی به نظر من حداقل به مردم پورتوریکو، حداقل به دستگاه دولتی پورتوریکو یک مقدار کم لطفی شده و آمریکا بیشتر از این میتونست کمک بکنه. میتونستن کشتی های نظامی آمریکا وارد اونجا بشن، نفرات نظامی آمریکا که حداقل در بنادر جنوبی آمریکا، منظورم در جنوب نیویورک اونجا هست، وارد پورتوریکو بشه و به اینها کمک بکنه. از نقطه نظر رساندن آذوقه و مواد اضطراری، حداقل صحبت هایی که از هفته پیش به این طرف بوده که به اندازه کافی راننده ندارن. ولی اشکال عمده اینه که مسئله اینه که بیمارستان ها و حداقل چون از دست دادن برق سراسری جزیره و نداشتن سیستم تلفنی، مسئله پورتوریکو رو به طور کلی به هم ریخته. و در واقع اولین کاری که اینها باید بکنن، امروز نیروهای دریایی آمریکا با فرستادن یک دو تا از ناوگاناشون اونجا و مهندسین دارن اون سیستم تلفنی، سیستم ارتباطی رو ایجاد میکنن. ولی نبودن بنزین کافی حتی برای جنراتورهایی که از بیمارستان ها یا سازمان های دولتی از این جنراتورها استفاده میکردن، به اندازه کافی انرژی و نفت در این جزیره نیست که بتونن شهر را بندازن. اینها من فکر میکنم تمام این حالا مسائل، حالا به غیر از اون کانتینرهایی که هی نشون میدن در بندر نشسته و راننده ندارند، حالا اگر نداشت راننده به خاطر این، خب باز نیروهای نظامی میتونستن بیان این کانتینرها رو سوار ماشین بکنن. باز من فکر میکنم که میتونستن حتی کامیونهای نظامی این کانتینرها رو ببرن تو. تمام اینها من فکر میکنم که حداقل سرگرم بودن کاخ سفید و سرگرم بودن شخص رئیس جمهور آمریکا آقای دونالد ترامپ با ببین آقای آلبرت ببخشید کلامت قیقه. آیا فکر نمیکنید دلیلش این باشه که آقای ترامپ یه آدم بسیار بسیار نشون داده که آدم خودخواهیه و فقط برای خودش فکر میکنه و میدونه که رأی اون مردم هیچ اثری در انتخابات آمریکا نداره، بنابراین مردمی که بهش رأی نمیدن چه ارزشی دارن؟ فکر نمیکنه این ماجرا در این موضوع مؤثر بوده باشه؟
من فکر میکنم چرا؟ البته من به همونجا میرسیدم، ولی مسئله شما خودخواهی رو میگید آقای بهبهانی. من فکر میکنم که ایشون در واقع از خودخواهی گذشته، ایشون اهمیتی برای این انسان ها قائل نبوده. نه تنها بهش رأی نمیدادن، یعنی احتیاجی به رأی اونها نبوده. صحبت های امروز صبح ایشون به نظر من یه موقعی اصلا گفتم بچگانه بود آقای بهبهانی. ایشون گفتن که خب دلیلی که ما نتونستیم تا حالا کمک برسونیم به خاطر اینکه این جزیره است و این جزیره وسط اقیانوسه. خب فکر کنم که بچه‌های 6 7 ساله مدرسه هم میدونن که جزیره وسط اقیانوسه، جزیره که به خاک نچسبیده، که در کلمه جزیره یعنی همینین. بنابراین اهمیت نداشته آقای بهبهانی. پورتوریکو برای کاخ سفید اهمیت نداشته، ولی فراموش نشه در زمانی که مسئله هایتی، زلزله وحشتناک هایتی پیش اومد و نابود شد، کمک های بین المللی زودتر از کمک های آمریکا رسید به اونجا. امروز با اون مسئله جونز اکت که براتون توضیح دادم، جلوی ورود کمک های بین المللی گرفته شده بود تا چند روز پیش، و در واقع چون که سازمان های بین المللی نتونستن کمک بکنن، وضع پورتوریکو خرابتر شد. ولی بالاتر از همه این آقای بهبهانی، کمبود توجه کاخ سفید و کمبود توجه شخص رئیس جمهور آمریکاست. شما این مسئله رو میگین خودخواهی، سلف سنتر بودن، نارسیسم، هر کلمه که برای این بخوان ایجاد بکنین، تصمیم گیری آخر با شخص رئیس جمهوره. این آقا برای 5 روز، منظورم آقای پرزیدنت دونالد ترامپ، برای 5 روز اولی که گذشته بود اصلا صحبتی راجع به پورتوریکو نکرد، اصلا اشاره برای به پورتوریکو نکرده شد. بنابراین من فکر میکنم که زمانی که آقای پرزیدنت دونالد ترامپ از کاخ سفید میرن آلاباما برای یک سناتوری شروع میکنن به تبلیغ کردن انتخاباتی که اون سناتور هم نتونست، در دور اول شکست خورد، این نشان دهنده اینه که ایشون دید درستی نسبت به مسائل نداره. و متاسفانه مسئله پورتوریکو هم در همین شامل همین مسئله میشه. ایشون 3 روز راجع به 4 روز راجع به مسائل بازیکنان فوتبال آمریکا NFL صحبت میکرد. خب وقتی یک ورزشی که 80% بازیکنانش سفید پوست هستن و 99.9% صاحبان تیم سفید پوست هستن، خب این داره، من نمیخوام بگم ایشون نژاد پرسته، ولی صحبت هایی که میکنه به اون راه میره، اعمالی که میکنه به اون راه میره. منظورم مسئله پورتوریکوه، منظورم کشورهایی که میتونستن به پورتوریکو کمک بکنن. کوبای ناقص، کوبایی که نمیتونسته، بیشتر از 50 دکتر فرستاده اونجا که آدم ها رو معالجه بکنن. کوبایی که حتی امروز خودش تنوز تحت بعضی از تحریم های آمریکاست، این کار رو کرده. بنابراین باید این رو از دید سیاسی آمریکا نگاه بکنیم، کم اهمیت بودن پورتوریکو. و در واقع حتی فرماندار نیویورک زودتر از رئیس جمهور آمریکا کمک هایی رو از طریق ایالت خودشون، منظورم ایالت نیویورک، فرستاد، اونم به خاطر اینکه خب اونم مسئله سیاسی بود، برای اینکه نیویورک بعد از پورتوریکو بزرگترین شماره شهروندان پورتوریکایی در روز زندگی میکنه. ولی تمام این آقای بهبهانی ضعف، حداقل بی اهمیت بودن مسائل. من دوست دارم اشاره بکنم به یک نکته آقای بهبهانی. خاطرتون باشه مسئله اون طوفان کاترینا که در نیو اورلینز در زمان آقای پرزیدنت بوش پسر جورج دبلیو انجام شد، ایشون هم چند روزی رو حداقل بی تفاوت گذروندن. شاید مسئله اینه که در اونجا هم اینها اهمیتی نداشتن براشون، و در واقع متاسفانه من فکر میکنم که مسائل نژادیه. من فکر میکنم که امروز حداقل من در رابطه با تلویزیون ها و کانال های تلویزیونی صحبت نمیکنم، من دارم راجع به مسئله صحبت میکنم که چطوره که پلیس های آمریکا به سیاه پوستان بیشتر شلیک میکنن تا به سفید پوستان. بنابراین حداقل این مسائل رو اگر نگاه بکنیم در سطح بالاتری، تنها کسی که میتونه جلوی این مسائل رو بگیره شخص رئیس جمهور آمریکا است. بنابراین وقتی که رئیس جمهور آمریکا این کارو نمیکنه و میاد میگه که باید بازیکنان فوتبال آمریکا رو، اونهایی که حداقل جلوی پرچم آمریکا زانو زدند، باید برکنار بکنید، فایر بکنید،
از نظر من این حرف درستی نیست، برای اینکه اگر اونها خواستن مسئله اعتراضی رو اعتراضشون رو به سیستم برسونن، حق ادا کردن صحبت جزء قانون اساسی آمریکا، شما میتونید نظرتون رو بگید بدون اینکه مورد تعقیب قانونی انجام بگیرید، یعنی اون آزادی صحبت کردن و بیان عقیده است. من فکر میکنم که گهگاهی آقای پرزیدنت دونالد ترامپ فراموش میکنن که قانون اساسی آمریکا از کجا اومده، چطور آره نوشته شده اون و چطور دکتر برامنش. خان بهش گفتش که آقا این جزء قانون اساسی رو شما نخوندی، خواهش میکنم بیا این نسخه رو بگی بخون. و بعدم این داستانی که در مورد تغییر لایحه تکس مالیات به آمریکا آورده، خب تو تمام طرحاش ایشون شکست خورده، حتی در مورد دیوارم دوباره گفتش که بله خب حالا دیوار خرج داره، ما یه قدرش تعمیر میکنیم، یه قدرش رو فلان میکنیم. خب و حالا موضوع تکسه، اومده میگه به حضرت عباس، به این سوی تجلی، به امام حسین قسم، این برای من نفع نداشته. و بعد همه اومدن گفتن آقا اصلا هیچ رئیس جمهوری تا حالا اینجوری حرف نزده. 100% این به نفع آقای ترامپه. دلیلش اینه که ایشون همه رئیس جمهورها اظهارنامه مالیاتیشون رو نشون دادن، این آقا نشون نداده، بنابراین واقعا نمیدونیم که چیه. ولی اون چیزی که معلومه فرزندان ایشون از این قانون سود زیادی میبرن. این رو چجور تحلیل میکنی؟ این قسم و آیه رو آخه چجوری میشه توجیه کرد؟ من فکر میکنم که زمانی که آقای پرزیدنت ترامپ میگن برای ایشون نفعی نداشته، این رو مطمئن باشید آقای ببانی که برای ایشون نفع داشته. تغییر این مسئله تکسی، البته غیر از دو سه نکته‌ای که ایشون گفته که من فقط دو تا عاملش رو فکر میکنم کار درستی هست، بقیهش فقط برای کنترل کم کردن درآمد، کم کردن مالیات پرداختی بر درآمد ثروتمندان آمریکاست. امروز شما اگه مالیات فرم مالیاتی رو میخواییم پر بکنیم، به 7 طریقه داره که پر بشه. ایشون میخواد این 7 طریقه رو بکنه به 3 طریقه. و ساده کردن این مسئله فرم مالیاتی از نظر من که خودم در اینجا مالیات میدم، به نظر من کار درستیه. اما باید بدید که در واقع چرا این عمل داره انجام میشه. آمریکا یعنی در بین کشورهای اقتصادی دنیا بالاترین تکس رو برای شرکت ها و کورپوریشن های خودشون دارن. امروز در داخل آمریکا یک شرکت آمریکایی، حالا شما میتونید بگید که از شرکت بوئینگ باشه یا شرکت اپل باشه، گوگل باشه، هر شرکتی باشه، 35% مالیات بر درآمد دارن. ایشون میخواد این 35% رو تبدیل بکنه به 20%. و در واقع هیچ کدوم از این شرکت هایی که من اسم بردم یا بقیه 500 فورچون شرکت های آمریکایی یا بقیه ها، هیچ کدوم این تکس 35% رو پرداخت نمی کنن و پرداخت هم نخواهند کرد. دلیلش هم اینه که به خاطر اینکه این شرکت ها شرکت های بین المللی میشن و مولتی نشنال میشن، در اروپا و بقیه کشورها شعبه میزنن، بنابراین درآمدش خودشون رو که در اروپا و در بقیه قسمت‌ها انجام میشه در اونجا نگه خواهند داشت. مثل اینکه شرکت اپل اگر آیفون رو به طور مثال در چین یا در انگلستان یا در فرانسه میفروشه، اون استفاده و اون درآمد وارد آمریکا نخواهد شد. قصد آقای ترامپ اینه که برای یک دفعه بخشش به این شرکت‌ها بده و میلیاردها دلار پولی رو که این شرکت‌ها از استفاده خودشون در اونجا گذاشتن وارد آمریکا بکنه و در واقع تکس رو از 35% به 20% بیاره و اون رقمیه که در بقیه کشورها داره انجام میشه. این مسئله تغییر تکسی به طور کلی هست و در واقع کسایی که از این بیشتر نفع خواهند برد همون 1% هستن که ما همیشه راجع بهشون یا آقای برنی سندرز صحبت میکرد یا خانم کلینتون گهگاهی بهش اشاره کردن. اون 1% از این مسئله نفع خواهند بود. برای حداقل کارگران و کارمندانی که در آمریکا زندگی میکنن، ایشون وقتی که اون رقم تکسی فدرال رو میخواد پایین بیاره، حداقل میتونیم بگیم اگه یه کارگری هفته 500 دلار چک میگیره، شاید 20 تا 30 دلار بیشتر بهش حقوق برسه. باز خب اونم خودش یه رقمیه. و من فکر میکنم که صحبتی که آقای ترامپ داره میکنه در رابطه با اینکه ایالت‌ها مالیات خودشون رو کمتر بکنن، منظورم از اینه که تمام ایالات آمریکا یک مالیات به یعنی هر کس که در آمریکا تکس فور میکنه، یک مالیات به دولت فدرال میده و یک مالیات هم به ایالت‌ها میدن. ایالت کالیفرنیا و ایالت نیویورک بالاترین تکس ها رو دارن. ایالت کالیفرنیا بعد از اون
40% که شما به دولت فدرال تکس میدین در رقم درآمد بالا، 13 ممیز 6% هم به ایالت کالیفرنیا مالیات میدید. شما میخواد این رو کمتر بکنه. ایالت های مثل نوادا، ایالت های مثل تکساس، فلوریدا، دلاور، اینها ایالت هایی هستن که مالیات ایالتی ندارن و به خاطر همین هم هست که خیلی به این ایالت ها میرن و در اونجا زندگی میکنن، برای اینکه از پولی که میگیرن درسته که کمتره، ولی خب کمتر هم مالیات میدن. این تغییرات حداقل من این اطمینان رو دارم همه اینها مورد تایید کنگره انجام نخواهد شد و کنگره نخواهد تونست تمام این کارها رو انجام بده. بنابراین مقداری از اینها یه مقدار کامپرومایز خواهد شد و در واقع بزرگترین نفع آقای بهبهانی طبق معمول برای کسانی که با درآمدهای میلیون دلاری طرف هستند و زیاد تأثیری برای طبقه کارمند و کارگر و اونهایی که زیر رقم 200 هزار دلار درآمد دارن نخواهد داشت، ولی خب تغییری خواهد داده خواهد شد و در واقع قصد ایشون اینه که با این تغییرات مالیاتی اقتصاد رو هم یک مقدار زیادی بالا ببرن، که البته اگر شرکت ها بتونن این مسئله رو در رابطه با شرکت ها انجام بدن، این شرکت ها میان در داخل آمریکا بیشتر سرمایه گذاری خواهند کرد و در واقع بیشتر در اینجا آدم استخدام خواهند کرد. تا چقدرشون در کارش موفق خواهد شد اون مسئله کنگره آمریکا که ببینیم تا چقدر میخواد که در واقع کسر بودجه آمریکا رو زیاد بالا نبره. امروز کشور آمریکا نزدیک به 20 تریلیون بالای 20 تریلیون دلار بدهکاری داره. البته میدونیم که در سیستم اقتصادی دنیا کردیت و بدهکاری همیشه بوده و خواهد بود و این چیزیه که اقتصاد دنیا روی اون میجنگه، چون وقتی راجع به اعتبار کردیت صحبت میکنیم چیزی به نام کردیت وجود نداره. کردیت یک شماره است. کردیت پولی نیست که چاپ بشه در اختیار شما قرار بگیره. کردیت یک شماره بانکیه که شما طبق اون شماره بانکی سرباز در واقع این سیستم کپیتالیست میشید و صبح تا شب برای این سیستم کپیتالیست و پرداخت بدهکاریاتون کار خواهید کرد. بفرمایید. ولی فکر میکنیم کنگره موافقت کنه با این طرح این آقا؟ تا حدودی برای پایین آوردن تکس کورپوریشن ها بله، و در حالت های پایین تر ساده کردن فرم های مالیاتی رو کنگره چندین دفعه خودش موافقت کرده بوده، منتها به خاطر اینکه مجلسین آمریکا یعنی سنا و مجلس نمایندگان در واقع سنا در اختیارشون نبود، نتونستن طرح رو انجام بدن. من فکر میکنم در قسمت کورپوریشن ها بله اینها موفق خواهند شد و کنگره موافقت خواهد کرد، برای اینکه در آمریکا کار ایجاد خواهد کرد و شرکت های آمریکایی که در خارج هست میاره. در ساده کردن عرض کردم که انجام خواهد شد، این هم انجام خواهد شد، ولی امکان این که از 35 به 20 رو برگردونن به 25% یا 22% هم هست، ولی معمولا کنگره نگاه میکنه و یه تغییراتی رو میده. حالا اگر شما این مسئله رو میخواین مقایسه بکنین با بقیه طرحهای آقای ترامپ که عملی نشده، یک ساختن دیوار که من فکر میکنم بالاخره کنگره مجبوره که با این رئیس جمهور یه جوری کنار بیاد، دو مسئله بیمه های سرتاسری و در واقع امروز هم تمام این سنای آمریکا در واقع شما باید تا ژانویه 2018 صبر بکنید، اونم به خاطر دو تا از سناتورها هستن که یک همین سناتوری که در آلاباما من گفتم که جای آقای سشن نشستن، که ببینیم آیا این دموکرات خواهد بود یا ریپابلیکن. بعد مسئله آقای سناتور منندز هست از نیوجرسی که ایشون الان تحت تعقیب قانونی قرار دارن و اگر سنا تصمیم بگیره که ایشون رو از سنا بیرون بکنه، امروز چون فرماندار نیوجرسی جمهوری خواه هست آقای کریس کریستی، بنابراین یه جمهوری خواه رو جای اون خواهد گذاشت. پس بنابراین تا اون مسئله 2018 ژانویه 2018 و تکلیف این دو سناتور، این مسائل فعلا در مسئله طرح هست، ولی من فکر میکنم هر رئیس جمهور جمهوری خواه آمریکا ریپابلیکن پرزیدنت همیشه مسئله تکس آمریکا رو کمتر کردن و این رئیس جمهور هم همین کار رو خواهد کرد. آقای جورج بوش تکس ها رو مالیات ها رو پایین آوردن و آقای پرزیدنت اوباما خب اون رو بالاتر بردن. بنابراین این هم یکی از اون اختلافات عمیق پلتفرم فکری جمهوری خواه و دموکرات هست، ولی من فکر میکنم که عملی خواهد شد. ممنون. فقط یه دقیقه وقت داریم، این پرسش آخرم در مورد
تحقیقات است که این کمیسر ویژه در مورد وضعیت آقای ترامپ هست. اینو آخرین خبرها رو برامون بگین در این یه دقیقه باقی مانده. آقای مولر، آقای باب مولر امروز حداقل تا آخرین خبرهایی که دستگاه دفتر ایشون داره درج میده اینه که تمام حداقل فعالیت‌های ایشون، تمرکز فکری ایشون روی مسئله همون آقای پل منفورد هست، برای اینکه از اونجاست که اینها میخوان رابطه و ارتباط آقای ترامپ رو با حداقل روس‌ها معلوم بکنن. ولی در هفته پیش دو شرکت، دو حداقل قسمت از سوشال میدیای آمریکا، منظورم فیسبوک و توییتر بود که در پشت درهای بسته وکلای اینها با وکلای آقای باب مولر ملاقات کردن و نه تنها رئیس فیسبوک گفته که ما ترانسپرنسی، یعنی روشنایی بیشتری در این مسائل خواهیم داشت، ولی تمام اونهایی که تبلیغات خودشون رو در فیسبوک خریده بودن و همشون عاملهای حداقل دستگاه اطلاعاتی روسیه بودن، با آقای وکلای آقای بامورا ملاقات کردن و اطلاعات رو در اختیار نگذاشتن. در دو هفته پیش آقای بهبانی، یا حداقل در هفته پیش، یک مقداری نگاه از روی آقای منفورد برداشته شد و روی مسئله فیسبوک و توییتر بود، ولی در حال حاضر این مثلث آقای منفورد و این دست سوشال میدیا به نظر میرسه که تمرکز آقای مولر رو داره اونجا و بعد از این خواهد بود که اینها وارد اون مسئله فامیل آقای ترامپ و پرزیدنت ترامپ خواهند شد، منظورم پسران ایشون خواهند شد و داماد ایشون آقای کشنر خواهد شد. بعد از اونجا اگر بتونن، نه یک ارتباط آقای بهبهانی پرزیدنت رو پایین نمیاره. البته شما خیلی صحبت از استیزا و ایمپیچمنت میشنوید، ولی تا زمانی که کنگره آمریکا، من رو تکرار میکنم، مجلسین آمریکا، سنا و هاوس، سنا و مجلس در اختیار جمهوری خواه باشه، آقای دونالد ترامپ ایمپیچ نخواهد شد اگر به اونجا کشیده بشه. ولی به نظر میاد که دوروبری های آقای ترامپ، حداقل نتیجه گیری من اینه، منظورم آقای منفورد، منظورم پسران ایشون، داماد ایشون و بقیه، به نظر میاد که اونها فعالیت های بیشتری داشتن، تماس های بیشتری با روس ها داشتن تا شخص آقای دونالد ترامپ. ولی نوارهای صوتی و نوارهای ویدیویی هست که آقای دونالد ترامپ در میتینگی بودن با عوامل اطلاعاتی دستگاه آقای پوتین. این ویدیوها هست و همش در اختیار آقای باب مولر قرار گرفته و ایشون فعلا دارن تحقیقات انجام میدن. بسیار آقا سپاسگزارم از حضور در برنامه. مثل همیشه برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدرت آرزوی بهترین دارم تا فرصتی دیگر و جمعه دیگر و گفتگوی دیگر. ممنونم آقای آلبرت، سپاسگزارم از شما. با تشکر و بدرود. متشکرم. خب دوستان عزیز، شنیدیم فرمایشات آقای آلبرت رو. امیدوارم این صحبت ها کمک کنه به ما روشن بشویم و راهگشا باشد. مسئله کردستان مسئله بسیار بسیار مهمیه. خون و آتش و جنگ در پیش است. نظام جمهوری اسلامی باعث همه این بلایاست. اهریمن بر ما مستولی شده. تا زمانی که اهریمن هست در بر همین پاشنه میچرخه. باید تقلا کنیم، تلاش کنیم، با هم حرف بزنیم، گفتگو کنیم، این بحثا رو بین خودمون جاری کنیم، بدانیم که راه ما راه دیگری است. باید مسیر رو تغییر بدیم به امید تغییر. به هر حال همطور که بارها اعلام کردم و خواهش کردم، اسالوت کن که لینک های برنامه که تو شبکه های مختلف اجتماعی قرار می، اول از همه میان تیوی رو به دوستانت معرفی کن، دوم این لینک ها رو که برای شما میاد دکمه شیر رو بزن به دوستانت بفرست. آدرس ما تو تمام این شبکه ها میان تیوی عددیه. که کانال تلگرام که در این لحظات در ایران قابل دسترسی و فایل های کم حجم صوتی در اونجا قرار میگیره برای دوستانت معرفی کن بفرست، که اونا هم بتونن با دانلود اون، با حداقل مصرف اینترنتشون بتونن به این فایل‌ها دسترسی پیدا کنن، اونا رو به دوستانشون بفرستن. بازم از همراهید ممنونم. ماه به پایان رسید دیگه، راستکی ماه به پایان رسید.
ما مشکل مالی داریم. خواهش میکنم در این زمینه فکری بکنید، تجدید نظری بکنید، همتی بکنید، ما را از این مخمصه بیرون بیارید. راستکی من دیگه خسته شدم انقدر این داستان رو تکرار کردم. شرم‌آوره، من واقعا خجالت میکشم هر دفعه این حرف رو میزنم، ولی ظاهرا مثل اینکه چاره ای نیست. ممنونم ازتون.